جنگ گورکا بر سر زهر اتمی و بحران مرگبار حاکمیت. رفسنجانی در مورد دوران گماشته ولی فقیه: نمیخواهیم به مرده چوب بزنیم. در این 8 سال سیاست خارجی ما معیوب بود. در سیاست داخلی مدیریت خوبی نداشتیم. رفسنجانی طی مصاحبه با یکی از رسانه‌های باند خودش، سیاست‌های خامنه‌ای در دوران گماشته‌اش احمدی نژاد طی 8 سال گذشته را به باد حمله گرفت. وی در حالی که دوران 8 ساله گماشته خامنه‌ای را مرده‌ای که نمی‌خواهد به آن چوب بزند توصیف می‌کرد، گفت: اگر در زمانی که نفت گران شد و پول زیادی به دست آوردیم، اگر این 8 سال دست یک دولت توانا و عاقل بود، پیشرفت کشور حالت جهشی داشت. سیاست خارجی خیلی معیوب بود. در سیاست داخلی مدیریت خوبی نداشتیم. همه چیز دست به دست هم داد و اوضاع به اینجا رسید. با ادامه روال پیشین به مرحله نفت در برابر قضا می رسیدیم. چنین تحریم‌هایی را علیه کشوری ندیدم. می‌خواستند تحریم‌ها علیه ما را نیز بیشتر کنند و همه راه‌ها را ببندند. ولی فعلا از آن خطر گذشتیم. ادامه کار به مذاکرات بستگی دارد. اما اگر دشمنان ما خواستند با همان خصومت حرف بزنند، کار مشکل می شود. در دنیای کنونی نمی توان با قطع رابطه با دیگران کار کرد. روزنامه رسالت: در حالی که اجازه نقد توافق ژنو را نمی دهند، باید پاسخ دهند آیا ملاقات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محکومین فتنه و حمایت از آنها هم جزء توافقات ژنو است؟ ارگان سپاه پاسداران: دوستان ما از موضوعاتی عقب نشینی کرده اند که خطوط قرمز را نیز در خطر قرار داده است. روزنامه رسالت در سرمقاله روز گذشته خود، آخوند روحانی را به خاطر حرفهایش در مورد رسانه‌های حکومتی مورد حمله قرار داد و نوشت: رئیس جمهور، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای امنیت ملی است. کجا و چه وقت در زمان کدام دولت مسائل فرهنگی را با فشار و شیوه پلیسی خواستند حل کنند؟ این یک تهمت به نظام است. رئیس جمهور میگوید بگذارید همراهان دولت هم از آزادی و امنیت برخوردار باشند. چه کسانی نمیگذارند همراهان دولت از آزادی و امنیت برخوردار باشند، در حالی که اجازه نقد چند و چون توافق ژنو را در داخل نمیدهند؟ باید به افکار عمومی پاسخ دهند که آیا ملاقات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محکومین فتنه و حمایت از آنها هم جزء توافقات ژنو است؟ ارگان سپاه پاسداران نیز طی مقاله‌ای باند رقیب را بر سر مذاکرات اتمی رژیم با کشورهای 5 به علاوه 1 مورد حمله قرار داد و نوشت: گام نخستین مذاکرات به دلیل کاستی‌های کارشناسی، رویکردی، حقوقی و برنامه‌ریزی به نتیجه ضعیف و آسیب‌های بالقوه و بالفعل منتهی شد. روشن نیست که چرا گروه مذاکره کننده از ارائه کمترین اطلاعات نه تنها به مردم، بلکه نمایندگان مردم در مجلس و بسیاری از ارکان نظام نیز تفره می روند و آنها را نامحرم می دانند. بارها و بارها از زبان اعضای گروه مذاکره کننده شنیده می شود که به غنیسازی 20% اساساً نیازی نداشتیم. این در حالی است که به این سطح از غنیسازی نیاز داشته و داریم. دوستان ما از موضوعاتی عقب نشینی کردند که نه تنها مصداق هموزنی و همزمانی نیست، بلکه خطوط قرمز را نیز در خطر قرار داده است. آنچه در مورد غنیسازی 20% راکتور عراق تحقیق و توسعه پذیرفته ایم، در کنار تعهداتی که در توافق با آژانس بین المللی هسته‌ای قبول کرده ایم، تصویر نگران کننده ای از آینده گفتگوها، نتایج احتمالی و تهدیدات پس از آن پیش روی قرار می دهد. آنچه قبلا از سوی مجاهدین و یا با نام آنها برای مشکوک جلوه دادن برنامه هسته‌ای ایران در اختیار آژانس بین‌المللی هسته‌ای قرار گرفته، مبنای اتهام تسلیحاتی به برنامه هسته‌ای نظام است.